راه آزادی، میزگردی با اهل اندیشه و تجربه، تهیه و اجرا پری عسگری، برنامه‌ای از الوند تی وی. با گرمترین درودها خدمت بینندگان نازنین تلویزیون الوند، آرزو میکنم هر چی که هستید تندرست و شاد باشید. پری عسگری هستم و امروز 5 اپریل 2022 است. در این برنامه به اتفاق میهمانان گرامی این شماره از برنامه راه آزادی، جناب دانیال استخ، حقوقدان مینا ایمان‌قلی‌زاده و آرتمیس اهورا، میخواهیم به موضوع زندانیان سیاسی بپردازیم. مشکل اصلی در واقع ایرانیان که در زندان سیاسی به عنوان زندان سیاسی هستند، اکثر اینها نمیخواهند که اصالت ایرانی خودشان را از دست بدهند و به باور من پایه‌ترین اختلافی که بین سران رژیم، بین دولت جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی هست این میباشد. و چون قبول نمی کنند زندانی می شوند، شکنجه می شوند، مورد تجاوز قرار می گیرند، در بند می شوند، اعدام می شوند و هزاران بلا به سرشان در سیاهچال های جمهوری اسلامی می آورند. این یک طرف قضیه است و اینکه خانواده های اینها در چه وضعیتی هستند طرف دیگر قضیه هست. یعنی تنها زندانی سیاسی نیست که در عذاب است، بلکه یک خانواده، یک طایفه در واقع در عذاب و رنج به سر می برد. به هر روی با میهمانان گرانقدر این شماره از برنامه راه آزادی این موضوع را مطرح می کنم و امیدوارم شما بینندگان نازنین تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. درود دارم خدمت یکایک شما عزیزان، سپاسگزارم از اینکه دعوت من را پذیرفتید. جناب استخر گرامی، با شما آغاز می کنم. آیا به باور شما پایه اختلاف حکومت جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی بر سر اصالت ایرانی آنها نیست و نپذیرفتن فرامین دینی و در واقع آسمانی آنها نیست؟ بفرمایید. با درود و مهر و سپاس و آفرین پیشگاه شما، مهمانان گرامی برنامه و همه همتواران و همیهنانم در سرتاسر گیتی، به ویژه همیهنانم در سرزمین اهورای ایران. فرارسیدن سال نو 2581 شاهنشاهی رو به پیشگاه همه پارسی زبانان شاد باش میگم و امیدوارم سالی که در پیش رو دارم سرشار از خوبی ها، نیکی ها، تراوت و سرسبزی و تندرستی برای همگان باشه. افزون بر این که در لابلای پرسش شما گونه ستیز میان باورهای ملی میهنی و باورهای پوشالین و دروغین اهریمنان جمهوری اسلامی نهفته است، این رو ما میتوانیم به روشنی و آشکارا از لابلای متن‌های قانونی که بر سرزمین ایران امروز چیره کردن، آوار کردن و اون رو به سختی بر مردمان به کار میبندن رو بازگویی کنیم. خب در قانون ننگین جمهوری اسلامی در اصل 23 به روشنی آمده است که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس رو نمیتوان به صرف داشتن یک عقیده و باور تحت تعرض و مؤاخذه قرار داد. اینکه کسی چگونه می اندیشد، خدا باور است یا خدا باور نیست، جمهوری اسلامی رو میپذیرد یا نمیپذیرد، فرقه توهکار ولایت فقیه رو دوست دارد یا ندارد، با آن سر سازش دارد یا ندارد،
این که آیین‌ها و مراسم دینی و کیشی رو پذیرا هست یا نیست می شود در اون دسته های انگیزشی و باورمندی. شوربختانه با این که چنین اصلی در قانون اساسی با همه ناکارآمدی هست، ولی می بینیم که روزانه با ده ها بلکه صدها تن از کنشگران، دگراندیشان، ناباوران به ساختارهای جمهوری اسلامی ستیز می کنند، شکنجه می کنند، دستگیر می کنند و بدترین و زشترین کارهای فرا انسانی و قانون شکنانه رو بر سر اونها آوار می کنند. در همین قانون در اصل 168 باز به روشنی آورده شده است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است. علنی و آشکار بودن یک دادرسی بدان ماناست که هر کسی به دلخواه بی آنکه از او کسی بتواند پرسش کند چرا اینجایی، بتواند در نشست دادگاه و دادرسی هندیمانی و حضور پیدا کند و بشنود آنچه که میان کسی که به زهی رو به اون پیوند زدن تا دادفران و وکلای اون تا هموندان و دادگاهیان و دادرسان دادگاه رو بتواند بشنود، بتواند آنها رو باستا بدهد. در دنباله همین اصل آمده است که رسیدگی به بزه‌های کنشگران مطبوعاتی، رسانه‌ای و سیاسی بایستی به صورت علنی و در حضور هیئت منصفه باشد. اگر چنین فرایندی نباشد، دادرسی به یک امر بی ارزش و بی اعتبار دیگرگون می شود. خب پس از گذشت 38 سال با اینکه دانش آموختگان، داتومندان و حقوقدانان و کسانی که دستی در این رشته داشتن، چه در دانشگاه ها، چه در پیشه دادفری و وکالت، چه و قضات دادگستری، به دنبال این بودن که چرا جرم سیاسی رو تعریف نمی کنه جمهوری اسلامی. پس از 38 سال از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال 1395 یک قانون 6 ماده‌ای به نام تعریف جرم سیاسی رو اومدن در مجلس شورای اسلامی به گونه پوشالین، دروغین و ننگ آورانه نهادینه کردن و اون انگیزه برای بهسازی و اصلاح امور کشور است، اون هم در صورتی که مخالفت و ضدیت با نظام نداشته باشه. خب همه کسانی که امروز به این نام از دیدگاه ما، از دیدگاه کسانی که وابستگی و همپیمانی با جمهوری اسلامی ندارن، همه کسانی که امروز در زندان‌های جمهوری اسلامی گرفتار هستند، گروگان گرفته شده اند، همه کنشگران سیاسی اند. ولی جمهوری اسلامی این رو نمیپذیره و دیدیم که از سوی کارگزاران رسمی و دیوانی به ویژه وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی بارها در گستره جهانی و در جلو دیدگان جهانیان گفته ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. اینها همه را امنیتی، من خودم یکی از قربانیان و شکنجه شدگان و آسیب دیدگان کنشگری های نوشتاری بودم. من مقالات حقوقی رو برای اصلاح امور، برای اون دستگاه 100% تباه دادگستری نوشته بودم. خب به من میگفتن که من این ایراد رو کردم که من یک جرم سیاسی مرتکب شدم، بایستی در دادگاه های دادگستری در حضور هیئت منصفه و علنی برگزار شود، ولی دادرسی رو میبرن در بیدادگاه انقلاب که هیچ جایگاهی نداره. ببینید این بخشش به ددمنشی و درندخویی سران جمهوری اسلامی، چون بزدل و ترسو هستن، نمیتوانن سخنی که دارای
یک ارزش آناگویانه و منطقی دارد رو بشنون، نمیتونن بشنون، چون میدانن جایگاهی که به دست آوردن یک جایگاه نادرست و نارواز، جایی نشستن که جای اونها نیست. بایست اینها به جای اینکه جارو به دست بگیرن، خیابانها رو جارو بکشن، آمدن و رفتن در دادگاه، جایگاه دادرس رو گرفتن. خب این ترسشون از این ور. بخش دیگری از این شوربختانه آسیب و آزار و زیانی که امروز به ویژه به لایه جوان کشور ما میرود، برآمده از اون نوع نگرش و بینش کنشگران برون مرزی است. یک دستبندی ها و تقسیم بندی هایی کردن که آمده اند این جداگانگی ها رو میان رفتارها و کنشگری ها انجام دادن، در حالی که با فرهنگ دیرین و کهنه ما ایرانیان همساز نیست، نمیتونه همخوانی داشته باشه. از این روی میبینیم که اونهایی که بیرون نشستن و هنوز مردم دارن تاوان اون گزینش های سالهای آغازین شورش 57 رو دارن میپردازن، هنوز هم درشون بر همون پاشنه میچرخن و نمیدانن که چه بدبختی هایی رو بر جوانان، بر چند تبار و نژاد و نسل ایرانی آوار کردن که امروز همین هایی که اعلامیه میدادن، بیانیه میدادن برای مبارزه با امپریالیزم جهانی، به پایه های جمهوری اسلامی رو سفت و محکم و استوار میکردن، امروز به گونه دیگر سخن میگوید که میبینیم برخی از اینها که زندان هستن نمیتوانن با خانوادهشون کوچکترین پیوند تلفنی داشته باشن، در حالی که بر پایه قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 که از سال 94 به کار بسته شد و اجرایی شد، از لحظه بازداشت هر کسی که بازداشت میشود بایستی در این گونه جرائم همراه وکیل از او بازجویی کنند. هیچ مقام ضابط، چه اطلاعاتی باشد، چه حفاظت اطلاعات سپاه باشد، چه نیروی لباس شخصی باشد، نمیتواند تحقیقات مقدماتی، این تو قانونش همین امروز هم هست، نمیتواند از متهم تحقیقات مقدماتی انجام بده. نه متهمی که اتهامش امنیتی یا سیاسی است، هر متهم دیگر، قتل غیر عمد، رانندگی، سرقت، کلاهبرداری، همه جرائم بایستی به صورتی باشد که وکیل، متهم دسترسی به وکیل داشته باشه و بتونه دفاع کنه از خودش. شوربختانه بخشی از این از ددمنشی جمهوری اسلامی و ستیز میان نگرش ملی میهنی ایرانیان که همه شاهنگی هستن، من باورم بر این است که همه ایرانیان در پیوند با فرهنگ دیرینه‌ای که دارن خودشون رو شاهزاده و شادخت میدانن، همه ما شاهزاده و شادختیم و بهترین ها رو برای خودمون و دیگران میخواییم و این رو نمیتواند برتابد. چرا؟ در جمهوری اسلامی میگه یک پیرمرده که نمیتواند کارهای خودش رو کنترل بکنه، مهار بکنه، میشود ولایت فقیه، میشود مکارم شیرازی، مرجع تقلید، هرچی این گفت همه باید گوش بگیرن. در اسلام پیوندهای میان مردم و سران و اونایی که در دین نامدار شدن یک رابطه یک سویه از بالا به پایین است. من ولی فقیهم، من مرجع تقلیدم، هرچی بگم همان است. کسی اگر روبروی سخن من بیستد اون کافر می شود، مرتد می شود. همین چند روز گذشته دیدیم که برخی از کنشگران در پیوند با رفتارهای ددمنشانه و دیوخویانه احمد علم الهدا در خراسان چگونه آمدن، اونهایی که پاچه خاری میکنن، اونهایی که کاسدیس ایشون هستن، آمدن در خیابانها و گفتن که الله شمارشون بسیار اندک هست و میدونن که مردم در برابر اونها هستن، گفتن هر گونه توهین و دشنام به احمد علم الهدا، توهین و دشنام به اسلام و خدا و امام زمان و پیغمبر و همه این گفت و زرمان هست. ببین این برخورد دو دیدگاه، یکی از بالا به پایین که سخن من سخن خداست، کسی نمیتونه در پیوند با اون سخن کوچکترین نگرشی داشته باشه، کوچکترین دریستایی و اعتراضی داشته باشه، چالش نمیتونه بندازه، و فرهنگ دیرینه ایرانی که باورش بر این است که
ما در صدد خوب بودن هستیم، ما همه همون در معرض اشتباه و خطا و لغزش هستیم، بکوشیم این خطاها رو از روی عمدآگاهی انجام ندهیم، نه اینکه کسی حتی اگر شاه باشه، پادشاه کشور ما باشه، انسان است، چه بسا در یک واکنش نسبت به یک رخداد یک دچار یک لغزش بشود. خب این نه آسمان به زمین میاد نه زمین به آسمان میره، هیچ رخدادی نیست، اشتباه رو نبایستی عمدی انجام داد. بر روی سخن بسیار درسته و قانون هم بر این پای فشاری میشود میکند و من پوزش خواهم اگر سخن به درازا کشم. خواهش میکنم، سپاس از شما. بانو اهورا، نظر شما رو میشنویم، بفرمایید شما چه باور دارید؟ آیا پایه در واقع اختلاف بین الیت جامعه، در واقع زندانی سیاسی، کسیست که دارای یک اندیشه است و میخواد از اون اندیشهش دفاع کنه، مخصوصا خب چون ایرانیان به اصالت خودشان خیلی وفادارن و باید اینطوری باشه، چون که فرهنگ و تاریخ پروپیمانی دارن، چرا باید به دستاویز آسمان بشن یا آن دنیایی بشن و زمینی نباشن و اصالت خودشون رو فراموش کنن. خب پایه اختلاف زندانیان سیاسی با سران جمهوری اسلامی آیا به باور شما هم از اینجا نشأت میگیره؟ حالا میریم و مسائل خوبتر رو بررسی میکنیم. پایش من میخوام از نظر شما ببینم که شما چگونه فکر میکنید. سپاس از شما بانو. درود بر همه بینندگان و شنوندگان این برنامه و همه باشندگان برنامه امروز. از اونجایی که هیچ کس به اندازه ایرانی ها در واقع به دقت و به عمق حس نکرده و لمس نکرده ستیز ایران، ایرانی گرایی و ایرانی بودن رو با اسلامی بودن، شاید در جاهای دیگه دنیا این موضوع برای مردم قابل درک و لمس به اندازه ایرانی ها نباشه. از آغاز ورود اسلام به ایران این باور همواره در ستیز با هویت ایرانی بوده، با اندیشه ایرانی بوده، با زندگی ایرانی بوده، با هر آنچه که جهانبینی ایرانی رو می ساخته و این ستیز در تمام این 1400 سال ادامه داشت، به غیر از خب اون دوران کوتاه پهلوی ها که دقیقا اون زمانی بود که بعد از 1400 سال ایرانی بودن دوباره بازگشت به این ملت و این مردم دوباره شناختن که هویت ایرانی چیست، نامهای ایرانی، زندگی ایرانی، اندیشه ایرانی، و دولت این سعی و این تلاش رو کرد که این مردم مرده 1400 سال مرده، مرده های متحرک رو دوباره زنده کنه، دوباره از خودشون، از هویتشون پر کنه. در 44 سال گذشته از همون آغاز این شورش 57 شما ایران ستیزی رو در همه ارکان حکومت و در همه ارکان قدرت در ایران دیدید. هر جایی که حکومت اسلامی توانست توی سر این ملت زد، توی سر این هویت زد، توی سر ایرانی بودن زد و تمام بمباران 44 سال گذشته برای ساختن هویت اسلامی بوده برای مرد که موفق هم نشدن. از همون حجاب اجباری شما بگیرید که دارن تا همین امروز 44 ساله با چماق توی سر زن ایرانی میکوبن، از ورودش به عرصه کار، از ورودش به عرصه سیاست، از ورودش به عرصه های مهم و حیاتی جامعه جلوگیری میکنن، تا میبینید دیگه ورزشگاه ها، تا قهوه خانه ها، حتی تا هر عرصه ای که ورزش و هر جای دیگه که شما میبینید که زنان ایرانی بتونن بدرخشن در عرصه بین المللی، اینا تلاششون رو میکنن که عقب نگه دارن مردم، به ویژه زنان ایرانی رو. و همه اینا از اونجا برمیاد که کلن اسلام تمامیت خواهه، حکومت اسلامی هم تمامیت خواهه، برای اینکه بر مبنای اسلام بنا شده. و این به چه معناست؟ به این معناست که هر چی هست منم و غیر از من هیچ چی نیست، یعنی هر کس که مسلمان و اندیشه منو داره و پیرو ماست، از ماست،
و هر کی غیر از این فکر میکنه نه تنها نمیتونه در اجتماع به هیچ جا برسه، بلکه اصلا باید حذف بشه. هم حذف شخصیتی میکنن، هم حذف فیزیکی میکنن، هم حذف روانی میکنن این مردم رو. و عملا میبینید که صدای میتونیم بگیم بخش بزرگی از مردم ایران به طور کلی در 44 سال گذشته به شیوه های گوناگون خفه شده. از سوی دیگه برعکس اون چیزی که خیلی ها باور میکنن که دین اسلام هم مانند ادیان دیگه یک دینیه که حالا مثلا شما رو داره وعده آن جهان میده و این جهان رو داره حسن میکنه، واقعا این نیست. اتفاقا اسلام چون از روز نخست پیامبرش حکومت درست کرد نشون داد کاملا دین این جهانیست. یعنی داره میگه که من سیاست رو میتونم حرف بزنم، در موردش اجتماع رو حرف میزنم، اقتصاد رو حرف میزنم، در زمینه فلسفه حرف میزنم، در زمینه دانش حرف میزنم. شما هیچ دینی در دنیا نمیبینید که اینقدر فضول همه چیز زندگی مردم باشه، یعنی از سیاست تا تو خونه و رخت خواب مردم رو باید نظارت بکنه و بکن نکن برای مردم بکنه. بنابراین کاملا دین این جهان نیست، برای که تو این جهان شما کلن برای همه چیز قانون داره، برای همه چی برنامه داره. اگه شما وارد دین مسیحیت بشید شما هرگز در دین مسیحیت نمیبینید اینقدر بکن نکن زندگی این دنیاتون نشوشه. حتی وقتی که شما بدترین ستان بهتون میره میگن خداوند در آن دنیا اینجوری میکنه اونجوری میکنه براتون، در حالی که نه، مسلمان ها در همین دنیا گردن شما رو میبرن، مسلمان ها در همین دنیا زبون شما رو میبرن، در همین دنیا دست شما رو کوتاه میکنن. اصلا امر به معروف نهی از منکر رو شما فقط در اسلام میبینید، شما نه در آیین بودا میبینید، نه در آیین هندو میبینید، نه در آیین یهودیت میبینید، اصلا در جای دیگه شما نمیبینید اینقدر برای شما بکن نکن بکنن و اینقدر برای شما تعیین تکلیف بکنن. از این رو هم هست که هر چی میگذره امکان نداره در جوامعی که اسلام حکومت میکنه چیزی به طور بنیادین بتونه عوض بشه، برای که اینا باورشون بر اینه که خدا هر آنچه برای زندگی شما لازم بوده براش قانون گذاشته. ما مطابق قانون خدا پله به پله میریم جلو. حرفی هم که طالبان میزنن که حرف اشتباهی هم نمیزنن، میگن زن نباید این کار بکنه، زن نباید اون کار بکنه، زن نباید کار بکنه، برای که براتون قشنگ قانون و مادهش هم میارن، حدیثش هم میارن، حکمش هم میارن، قرآنش هم میارن و دقیقا اون کاری رو میکنن که میگن در عرصه در دوران پیامبر اکرم در صدر اسلام این کار انجام میشده. اگه ما امروز سر شما رو میبریم، برای اینکه سر بنی قریظه رو در یک روز 5000 نفر سر بریدن، اگه من امروز اجازه نمیدم زن بیاد بره دانشگاه و مدرسه به خاطر که در عصر پیامبرم زن اصلا همچین حقوقی نداشته و باید در پستوی خونه میمونده و 15 تا بچه میزاییده. و دقیقا این حالت رو شما میبینید حتی در کشورهایی که ادای اسلام به اصطلاح متحمل یا تولرنت یا روادارتر رو دارن در میارن، ولی شما دارید میبینید که هنگامی که عرصه‌ای برسه که حس بکنن از جانب زنان یا از جانب بخشای از جامعه احساس خطر میکنن بلافاصله حذفشون میکنن. و شما اینو در عربستان میبینید، در امارات میبینید و این حکومت‌های اسلامی همشون این ویژگی رو دارن. حالا منتها ما ایرانیان چون یه هویت مهم ایرانی داریم که با همون در این سال اومده، حتی اگه زیر خاکستر بوده، ولی ما روز به روز داریم بهتر میشناسیمش و روز به روز داریم این زنگا رو بیشتر کنار میزنیم و از نو بازشناسی میکنیم هویتمونو، در ما نمودش خیلی بیشتره. مخالفت ایرانیان با این حکومت برای بازیابی هویتشون خیلی جدی تر از کشورهای دیگر مسلمانه، برای که در عربستان هویت ملی و هویت اسلامی با هم یکیه، برای که هویت عربی اسلامیشون یکی بوده از روز آغاز، مثل ما نبوده که یه دین وارداتی براشون باشه، یا برای امارات همینطوره، یا برای حتی مصر، برای که دیگه هویت پیش از اسلام مصر به طور کلی در اون ملت از بین رفته، حتی زبانشون عربیه. برای همین برای مصری مشکل خیلی حادی نیست حکومت اسلامی، هویت اسلامی و عربی براشون خیلی دیگه بیگانه نیست. ولی برای ما ایرانیان هنوز و تا قیام قیامت که یک نفر ایرانی در ایران باقی بمونه و نوروزی باقی بمونه و سیزده بدری باقی بمونه و جشن نمیدونم سوری بمونه و جشن شب چله‌ای باقی بمونه، همواره این تضاد وجود داره. و از اونجایی که این حکومت اسلام ستیز هست و خواهد ایران ستیز هست و
خواهد موند تا روزی هم که این حکومت هست. شما دارید میبینید اینقدر که اینها نگران هویت ایرانی و ایرانگرایی هستن، اصلا نگران هیچ چیز دیگه ای نیستن در ایران. برای همینم هم هست که میان برای تخریب آثار باستانی 30,000 تومان جریمه نقدی میذارن، ولی برای روزخاری شلاق داره 700,000 تومان هم جریمه نقدی داره. حتی شما یه جریمه رانندگی در ایران سنگین‌تره تا جریمه خراب کردن آثار باستانی ایران. شما اگه الان پاشین برین اونجا یه کلنگ دستتون بگیرین بخواین بکنیم، کس شما رو نمیندازه تو سیاه چال، ولی کافیه یک نفر در ملعان روزخاری بکنه ببینین چه به سرشون میارن. یا یک کلام شما حرف خلاف اسلام بزنید، و چون ولی فقیه هم جانشین خدا در جانشین خدا و پیغمبر در واقع در کشور اسلامی است، برای همین اگه شما یک کلمه حرف خلاف ولی فقیه بزنید شما میتونید سرتون از دست بدید. حتی که دیدید از دست دادن چه عده آدم رفتن فحاشی کردن به ولی فقیه یا حکومت اسلامی یا اسلام، اعدام شدن، تیرباران شدن، در حوضچه اسید انداخته شدن، ناخونشون کشیده شد، اگه زن بودن بهشون تجاوز شد بعد اعدام شدن، و چه اتفاقات ناگواری همین امروز در زندان‌ها دارن برای کسانی که با حکومت اسلامی، با ولی فقیه، با اساس اسلام و با هر آن چیزی که غیر ایرانی است مبارزه می‌کنن، سزاوار بدترین در واقع خشن‌ترین شکنجه‌ها و زندان‌ها و سیاه‌چاله‌ها هستند. ولی بهتون گفتم اگر شما برید اگر پاسارگادم فردا خراب بکنید، که خودشون هم دارن عمدن این کار رو میکنن، هیچ آبی از آب در کشور تکون نمیخوره. و میبینید که همین امسال دیگه یواش یواش شروع کردن سفره‌های هفت‌سین و نوروز هم بخوان حذف بکنن از فرهنگ ملی، کاری که طالبان در همسایگیشون برادران عزیز طالبانشون دارن در اون ور مرز انجام میدن. این واقعیت طالبان جا پای جمهوری اسلامی گذاشته، یعنی اون موقع که خمینی هم آمد در واقع ایران هم همین وضعیت داشت. تا البته هویت ایرانی حفظ، یعنی ایرانیان تا موقعی که هویت ایرانیشون حفظ کردن و میکنن، مبارزه با جمهوری اسلامی هم وجود داره و اونها هم در مقابل تا ما نخواهیم هویت اسلامی بپذیریم ما رو سرکوب میکنن، مردم ایران سرکوب میکنن. مینا جان ایمانگولی زاده بفرمایید، نظر شما رو بشنویم. من هم گرمترین درود رو میفرستم بر مام میهن، بر ایران و همچنین بر تک تک شما باشندگان و تمامی باشندگان دیگه. ببینید من نمیدونم تا یاد زمانی که دو گرامی صحبت میکردن یاد شعر پروین افتادم. پروین میفرماید یک دوست از برای تو نگذاشت دشمنی، یک مرد رزمجوی تو را در سپاه نیست. جمعی سیاه روز سیاه کاری تو اند، باور مکن که بهر تو روز سیاه نیست. این دقیقا مصداق کامل یک رژیمیه که کاملا توتالیتره، تمامی خواهه و اومده در حقیقت با یک فرهنگ بیگانه که 1400 ساله اومده خواسته بر یک فرهنگ 3000 ساله غالب بشه در جنگ و ستیزه. من فکر میکنم شاید اگر واقعا پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی عدیدگاه خیلی ها مثل من شورش سیاه 57 وجود نداشت، ما ایرانی ها به ریشه و به اون خاستگاه با آریایی خودمون هرگز نمی رسیدیم، چون این ایدئولوژی از نظر من البته دین واقعا وجود نداره، آنچه که هست ایدئولوژیه و این ایدئولوژی اسلامی یک ایدئولوژی بسیار همونطوری که بانو اهورا فهمیدن دنیویه. ببینید از شخصیت خود پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله اگه ما شروع کنیم، این شخصیت یک شخصیت کاملا سیاسیه. یعنی ما اگر با پیامبرانی که البته واژه پیامبر خودش اشتباهه، پیام آور، پیامی که جایی نبردن، پیام آوردن، اگر با پیام آورهای قبلی رو مقایسه کنیم اینا هیچ کدوم شخصیتی سیاسی نداشتن. پس آیین اسلام، ایدئولوژی اسلام یک ایدئولوژی کاملا دنیویه و جالب اینه که در تمامی کشورهای اسلامی این ایدئولوژی یک راه خاصی رو پیش داره. در رابطه با مسائل دنیوی خب همین چیزها رو ما در پیش میگیریم، جز اینکه ما شیعیان اگر برگردیم اینکه اصلا چرا ایران کشور شیعه شد، علتش این بود که مردم این ایدئولوژی رو نپذیرفتند
و چون اینو نپذیرفتن جلوش ایستادن و فکر کردن علی و آل علی چون جلوی بنی امیه و بنی عباس و غیره ایستادن، اینها سری سوا از اسلام هستن. اصلا به خاطر همین ایرانیان به این سمت رفتن که در مقابل اسلام بجنگن، چون با اون آیین ایرانی ما، اهورایی ما هیچ سر سازشی نداشت. به تبع در این ایدئولوژی هیچ عقیده‌ای که برخلاف عقیده یک نفر که اون بالا نشسته و این اجازه رو داره که با بقیه اونطوری که خودش دلش میخواد رفتار بکنه، هیچ ایدئولوژی دیگه رو نمیتونه قبول کنه. ما اگر به اختلافات رژیم اسلامی با مردم یک نگاه کوچکی بندازیم، از همون موقعی که اینها شروع کردن به مطرح کردن امت اسلامی و حکومت اسلامی، این اختلاف ها خودشو به بهترین نحو ممکن داره نشون میده. من اشاره میکنم اینجا به یک آخوند واقعا مرتجع با افکاری مخرب مثل مطهری. شما اگر به اندیشه های مطهری فقط یک دقت کوتاه بکنید، بسیار مخرب، ایران ستیز، مخالف فرهنگ آریایی. امروز من همین امروز صبح زمانی که میرفتم دیدم یه سری بچه‌ها یک ویدیویی رو از مطهری پخش میکردن، واقعا با واژه های بسیار زشت در مورد 13 بدر صحبت میکرد، در مورد چهارشنبه سوری صحبت میکرد. من چهارشنبه سوریش رو خیلی سال پیش شنیده بودم در ایران، ولی در مورد 13 بدر بسیار واژه های زشتی در مورد نیاکان ما ایرانیان به کار بود و این نشان دهنده تنفر آخوندها از ایران و از فرهنگ ایرانیه. حالا آخوندها، خب من میتونم درک بکنم علتش چیه. من بارها گفتم یک ویدیوی مخفی در این حوزه های علمیه قوم و شیرازینا بسازیم، ببینیم چی دارن به اینها آموزش میدن که اینها از لحظه‌ای که پاشون رو تو اونجا میذارن میشن دشمن این آب و خاک، کسی که در آب و خاک پاک ایران دنیا آمده، این هوای پاک ایران رو تنفس کرده، آب پاک ایران رو نوشیده، تو کوچه و خیابون قبل از اینکه به این مدارس واقعا فاجعه بار پاش برسه، با همسنای خودش فوتبال بازی کرده، گرگن به هوا بازی کردن، با هم از درخت بالا رفتن. چه بلایی تو اونجا سر اینا میارن که اینا ظرف یک مدت کوتاهی دشمن ایران و ایرانیان و اندیشه ایرانی میشن. این بسیار مهمه. مسئله زندانیان هم بله، کسانی که البته معلوم نمیخوام باید این بحثشم، ولی زندانی سیاسی در ایران مفهوم کاملا ویژه‌ای داره. ما در تمام دنیا باور بفرمایید اگر بریم بگردیم، فقط در چند کشور اسلامی ما مفهوم زندانی سیاسی داریم و اون کسیه که در مقابل حکومتی که بر اون سرزمین داره حکومت میکنه ایستاده. حالا فرق نمیکنه این مربوط چه به آخوندها در ایران، ما در مراکش هم همین مشکل رو داریم. شما اگه به مراکش دقت بکنید، مراکش هم همین سیستم امنیتی رو داره، در عربستان سعودی هم داریم مجازات اعدام. من یه موقعی قرآن میخوندم، میخواستم ببینم چه مسئله‌ای در این دین هست، خب به خیلی چیزا رسیدم. بعد از اون رفتم به مطالعه انجیل و تورات پرداختم و اولین نکته‌ای که برای خود من در تمام این کتاب ها مشخص شد این بود که خداوندی که در این کتاب ها ازش صحبت میشه، بینشش در حدی نیست که بفهمه اگه یکی زد یکی دیگر کش باید باشه یه جور دیگه رفتار کرد. اولین چیزی که خودم پرسیدم، گفتم خب چرا قرار نیست زندانی چیزی درست بشه؟ اگه چشم یه بچه ای رو یه بچه در حین بازی زد، باید چشم اون بچه رو زد نابود کرد. اگر کسی حرفی زد که من خوشم نیاد، باید سری به برنش یه جایی که دیگه هیچ اثری ازش دیده نشه. اینها اون مسائلیه که به نظر من باعث شده ما ملت ایران در مقابل یک ایدئولوژی که اصلا ممکنه برای خیلی کشور عربی هم خوب باشه، ولی برای ما ایرانیان اصلا خوب نبوده و از بعد به ورود خود به ایران 1400 سال سر ستیز با ما و با تمامی آیین‌های آریایی ما داشته. و ما برای نجات ایران و ایرانی فقط یک راه داریم، بازگشت به ایران و ایرانگرایی. این دین ما نیست، این آیین ما نیست، این خشونت هرگز در فرهنگ آریایی نه جا افتاد و نه جا خواهد افتاد. سپاس از شما بانو امام‌قلی‌زاده عزیز. جناب صخر گرامی،
شما اشاره کردید البته که این اقتدار جمهوری اسلامی نیست، این ترس جمهوری اسلامی هست بیشتر، ولی میخوایم به این موضوع بپردازیم که به هر حال ما با زندانی هایی که چه اجتماعی هن، چه مدنی هن، چه سیاسی هن، چه با عقاید ما موافقن یا مخالفن، کلن مخالفیم که در به بند کشیده بشن، شکنجه بشن و الی آخر. ولی واقعیت یک چیز دیگه هست در این میان. عده‌ای به هر حال زندانیانی هستن که بی پناهن، از اونا صحبتی نمیشه، رسانه‌ای نمیشن، راجبشان صحبت نمیشه، حرف زده نمیشه، اینها مرخصی نمیگیرن، خانواده‌هاشان ملاقات با خانواده ندارن، خیلی از کمک‌های پزشکی ندارن و حتی بعضی ها یک هفته هم زندانیشون طول نمیکشه، زیر شکنجه از بین میرن. حالا بگذاریم که یه تعداد میان میرن و به هر حال همچنان هستن، ولی یک عده خیلی سریع در واقع یا از بین میرن یا یکی مثل زینب جلالی، شما ببینید که چه وضعیتی داره، تا به اکنون حتی مادرش هم ندیده، حتی هیچ امکاناتی واقعا نداره. یا خانم سهیلا حجاب، ایشان یک وکیل هستن، ما اصلا کاری از نوع نگرشش نداریم که به چه گروهی، دسته‌ای، رسته‌ای وفاداره. به عنوان یک زندانی سیاسی که به هر حال الیت جامعه هست و این دهانش بسته، دوخته، چشماش بسته، واقعا یعنی تمام فشار به ایشان میارن. و خیلی کسای دیگه که همین برادر زندانی نوید افکاری که الان میان برای خانوادش حتی تیراندازی کردن و خیلی کسای اینطوری که حالا شاید زیاد بهشانم توجه نمیشه چون که یا حالا پشتبانی های گوناگون جهانی یا داخلی ندارن یا به هر روی چه باید کرد. این جمهوری اسلامی در واقع این ترسش هست از این ایرانیان اصیل که این گونه واسادن، در واقع الیت اصلی جامعه همین ها هستن که ایستادن از جان خودشان، یعنی بهشان تجاوز میشه، بهشان در واقع مورد شکنجه قرار میگیرن، ملاقات ندارن، انفرادی میرن و هزار بلای واقعی سر اینها توی سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی میاد. آیا رژیم از اینها میترسه یا این اقتدارشه و به هر حال رژیم میخواد با این کاراش به کجا برسه و تکلیف واقعا چیست و مردم باید چی کار کنن؟ بفرمایید. بله، سپاسگزارم از پرسشتون. ببینید، هرچند از نگاه همه میهن پرستان به ویژه آنهایی که هوادار سامانه پادشاهی هستند و تنها راه رهایی و گریز رو در بازگشتن و بازیافتن فرهنگ کهن و دیرینه ایرانی است و از نگاه همه کسانی که اینگونه میاندیشند، نگرششون شاهنگی است، آهنگ شاهانه دارن در نگاهشون و دیدگاهشون. اینها براشون هیچ توفیری ندارد که این زندانی چه باوری دارد، چپ است، راست است، میانه است، چرا زندان است. اون ایرانی میهن پرسته با آوای شاهنگی رو آزار میدهد، کار ندارد کیست. ولی برای جمهوری اسلامی و سران ددمنش جمهوری اسلامی بسیار بسیار توفیر دارد. اون زندانی که نامدار شده است و شوربختانه از سوی بخشی از حازمان جهانی و جامعه جهانی پشتیبانی می شود،
چون خودش رو گره زده با یک واژه پوشالین و دروغین به نام دموکراسی و آزادی. این دو سخن پایه کجراهه و انحرافی است که جمهوری اسلامی آگاهانه اون رو انجام داده است. دموکراسی رو خب در یکی از شناسه‌هاش میگویند فرمان روایی مردم بر مردم. خب شما نمیتونید بگید که علم الهدا مردم نیست. حالا علم الهدا و خامنه ای و 2300 تن از اینا عراقی هستن، بکنار. آیا اون بخش های دیگری که در سپاه هستن، در آموز پرورش هستن، در اطلاعات هستن، در جاهای دیگه کار میکنن رو که ما نمیتونیم بگیم ایرانی نیستن؟ اونها ایرانی هن و مردم هن. خب اینها دارن یک بخش کوچک انگشت شمار چند هزار تنه بر یک انبوه چند میلیونی دارن فرمان روایی میکنن. میگن آقا اینجا دموکراسی هست که حکومت مردم بر مردم است. قانون هم که داریم، اروپا چی میگی؟ آمریکا چی میگی؟ هم قانون داریم، هم بخشی از مردم بر بخش دیگر دارن فرمان روایی میکنن. در ثانی که در فرهنگ کهن ما چیزی به نام دموکراسی به درد نمیخوره. یک دروغی است برای چپاول ایرانی ها، دروغی است برای از میان برداشتن فرهنگ انسانساز و زندگی آفرین و مهر افزای ایرانی. ما به دموکراسی نیاز نداریم که، چون دروغی بیش نیست. و امروز خوشبختانه دیدیم در جنگ روسیه و اوکراین دیدیم که اون چیزهایی رو که سران اروپایی دم از اون میزدن دروغ بود و رنگ پوست ها دموکراسی رو برای همه جهان یک بار دیگه شناسایی کرد و بازشناسی کرد. ما نیازمند آهنگ شاهانه ایم. آهنگ شاهانه میگوید هر کسی از آدمیزاد زاده میشود فرزند آدمی است، والاترین گوهری که در دست دارد جان اوست. جان والاترین گوهر است و چون دارنده جان هست، خداوندگار جان است، خود او آفرینشگر است. خود او میتواند بدی، خوبی، زشتی و زیبایی رو از همدیگر باز شناسد. خود اون بستر نیکی فراهم میکند. و در آهنگ شاهانه که به جای دموکراسی من اون رو به کار میبرم و از همه ایرانیان برون مرز فروتنانه درخواست میکنم، نظارانه درخواست میکنم یکم بکنید از این فرهنگ آوار شده به اندیشه و ذهنتون از فرهنگ اروپایی، ببینید خودتون چی داری. ما بهترین رو داریم. باور بفرمایید، شما هنگامی که به ریشه های دانشنامه های باختری و غربی نگاه میکنید بزرگترین فرزانگانش و فلاسفشون اینها از ایران گرفتن، هرچی دارن از ایران گرفتن. ما شاهنگی داریم، همون کاری که امروز شاهزاده رضا پهلوی دارن انجام میدن. شاهنگی است که با فروتنی و منش شاهانه میگوید مردم با این که من ستم دیدم، آزار دیدم، بخشی از شما من رو و پدرم رو از کشورم بیرون کردید که یک جای قبر برای پدر و پدر بزرگم ندارم در ایران، ولی باز میگویم بگذارید فردای آزادی خودتون باز برگزینید. در ثانی که از نگاه قانونی، از نگاه هنجارهای بین‌المللی، حقوق بین‌الملل، حقوقهای شناخته شده جهانی که همه پذیرفته شده هست در نزد همه جهانیان، شاهزاده رضا پهلوی پادشاه قانونی ایران است. خب برای جمهوری اسلامی توفیر داره. سهیلا حجاب بایستی در بدترین سامانه جای بگیره، چون داره از یک چیزی سخن میگوید که روشنگرانه است. میگوید مردم ایران، خودتون بزرگترین چیز رو دارید و اون مهرپرستی شماست و اون شاهانه بودن شما، اون منش شاهانه شماست. من به کسی
برای انگیزه، نگرش و باورش ارج نمیگذارم. هر کسی جلو من هست انسانه و برای من ارزشمنده، چون شاهزاده و شادخت است. دین نمیتواند برای کسی ارج بگذارد، در حالی که میبینیم شوربختانه کسانی آویزون دموکراسی شدن. ما به جای دموکراسی و آزادی، چون آزادی برای اشیا هست، برای چیزا هست، ما آزادگی داریم و شاهنگی. دموکراسی سخن بیهوده است. ما اگر آزادگی رو تنومند کنیم، آزادگی برتر و بالاتر از آزادی است. آزادی امروز در جمهوری اسلامی به فراوانی یافت می شود. شما هر کاری که تو جمهوری اسلامی بخواید میتونی انجام بدید، دارن انجام میدن. من توی دادگستری هم دادرسی کردم، دادفری وکالت کردم. شما بهترین نوشیدنی مستی‌آور رو میتوانی با دادن پاره و رشوه از سوی فرمانده نیروی انتظامی براتون بیارن، دختران کم سال و سن و سال براتون بیارن، پول میخواد بدی. آزادی هست در جمهوری، آزادگی نیست. و چون کسانی مانند سهیلا حجاب و بسیاری از اونهایی که گمنام هستن و جمهوری اسلامی میخواد نام اونها رو زیر خاک و زیر فرش بکنه، چون پیوسته و وابسته و دلبسته به خودشون، به ایرانشون، به مام میهنشون و به فرهنگشون چنگ زدن و چشمشون به شرق و غرب نیست، دنبال خاور و باختر نیستن، رو در گمنامی خفه می کنن. برخی هم نام دارن، پزشک ویژه دارن، جایگاه ویژه دارن، رانت ویژه دارن. زندان براشون یک ابزاری برای به دست آوردن درآمد بیشتره. میرن زندان درآمد بیشتر کنن. هستن، می شناسن به نام، نه اینهایی که نامدار شدن در رسانه ها می شناسن. مردمانی که در جرمهای همگانی و عمومی در زندان هستن، یک روز و یک شب هم در زندان نمانده اند. پول دادن به زندانبان، به رئیس زندان، به رئیس سپاه، به امام جمعه، رفته خمس داده. یک ساعت هم در زندان نمانده است. خب اونهایی که چنین می اندیشن، به ایران و ایرانی می اندیشن، خودشون رو باور کرده اند، در سخت‌ترین شرایط هست. خب برخی از آمارها شوربختانه نشون میده که بیش از 5000 تن، گفتن که نزدیک یا بیش یا کمی بیشتر کمتر از 5000 تن زندانی سیاسی داریم. به باور منی که در این رشته دانش آموخته هستم، همه زندانی ها، حتی اونایی که امروز چه که بلا محل کشیدن، تصادف کردن در راهنمای رانندگی، اونها هم جرمشون سیاسیه. چون اون بدبختی که تصادف میکنه حواسش روی رانندگیش نیست، به دنبال یه چیزی دیگه، گرفتاری های دیگه است، و هرچی که میآید از گور اهریمنی به نام آخوند میآید. و تا مردم، بیشینه مردم در این گزینش میان یک دین وامدارانه پوشالی دروغین، وامدارانه و میهن، یکی رو بر نگزینن که امروز خوشبختانه هر روز میبینیم خبرهای خوبی میاد که مردم میهن رو پذیرا شدن، اینها این ستم رو پی خواهند گرفت و باز بر رادمنشان و رادبانوان و بزرگان ایرانی ستم خواهند برد. ببخشید اگر سخنم به درازا کشید. سپاس از شما. در واقع بخش بزرگی از دموکراسی و حقوق بشر غرب در ماهیت خودش به باور من درست هست، منتها خب بستگی داره که چگونه استفادهش کنن و چگونه پیادهش کنن. و دموکراسی، آموزش دموکراسی و آموزش حقوق بشر با جامعه ما در واقع در تضاد نیست. آن چیزی که جامعه ما در تضاد هست باش، به باور من اون فرامین فرازمینی است، اسلامی است، که
باید ما بیشتر مبارزمون در اون جهت به کار ببریم. میشنویم از شما بانو اهورای عزیز، بفرمایید. سپاسگزارم. درباره این زندانیانی که ازشون در خیلی از جاها، منظورم درون ایران نیست، خیلی از دولت‌های غیر ایرانی بیرون از کشور منظورم هست دربارشون صحبت میکنن و معمولا خیلی از اینها تریبون دارن و خیلی از اینها صداشون یا لحظه به لحظه اوضاعشون داره به اطلاع مردم میرسه، باید یکمی تأمل کرد. برای این که همون جوری که شما میدونی جمهوری اسلامی در تمام این سالها از این بازی‌های منحرف کننده اذهان عمومی زیاد بازی کرده، همون گونه که اپوزیسیون دستساز خودشو ساخت و فرستاد بیرون کشور و یک عده‌ای به عنوان فعال دانشجویی که اصلا هرگز دانشجو نبودن در ایران یا به عنوان فعال سیاسی که اصلا سیاسی نبودن در ایران ساخته و پرداخته شدن در زندان‌های بظاهراً زندان‌های اوین و غیره درون ایران و بعد از یه مدت دیدیم به همه اینا پاسپورت دادن و اینا کاملا قانونی سوار هواپیمای ایران ایر شدن، از ایران خارج شدن، رفتن ترکیه، رفتن اروپا و رفتن کشورهای دیگه و بعدم یواش یواش بعضیشون خودشون رسوندن به آمریکا و کانادا و شدن رهبران اپوزیسیون دانشجویی و صدای زندانی سیاسی درون ایران. باید همیشه درباره اینها یه مقداری تأمل کرد. چگونه است که بعضی از زندانیان درون ایران خارج میشن، سوار هواپیما میشن، میان بیرون، بعد همه جا تو وی او ای، تو بی بی سی، تو این طرف و اون طرف به اینها تریبون داده میشه، اینا میشن فعال حقوق زنان، فعال حقوق بشر، فعال سیاسی، بعضی از اینا ادای اساتید دانشگاه در میارن، یه مرتبه میبینید اینا دکتراهای افتخاری از جیب بغلشون در میاد، میان در کشور آمریکا تدریس میکنن تو دانشگاه های آمریکا، در حالی که در خود آمریکا افراد متولد خود این خاک، افراد تحصیل کرده خود دانشگاه های آمریکا دکتراهای اینجا رو خود دانشگاه آمریکا را نمیدن برای تدریس. بعد یهو یه مرتبه یه حسن آقایی، یه خدیجه خانومی، یه نمیدونم حسین آقایی از کدوم دهات دورافتاده ایران صلاحیت پیدا میکنن در دانشگاه های آمریکا تدریس بکنن، یه مرتبه اینا محقق و ریسرچر و دانشپژوه و فعال و تدریس های آنچنانی میکنن و میبینید که همه جا اینا رو میشناسن، اینا میشن لابیگر، از این سو در میان، از اون سو دیدار میکنن با این نماینده مجلس، دیدار میکنن با اون به اصطلاح نماینده این حزب، نماینده اون حزب. و چگونه است که یه عده‌ای از افراد، از جوانان شیر پاک خورده درون ایران، از بچه‌های مبارزین کف خیابان‌های ایران توی مغزشون، توی دستشون، توی پاشون، توی گلوشون شلیک میشه، کشته میشن وسط خیابونای ایران، خانواده هاشون رو میگیرن میندازن زندان، پدر و مادراشون رو میکشن با وثیقه های خونه هاشون، زندگی هاشون گرفته میشه به عنوان وثیقه گذاشته میشه برای زندان اوین، زندان قصد، زندان این طرف اون طرف. و بچه های اینها سالها، ماها، سالها در ها میپوسن، کشته میشن، شکنجه میشن، صداشون به کسی نمیرسه، انواع و اقسام بیماری ها رو در زندان ها میگیرن، انواع و اقسام بلاها سر اینا میاد و اینا حتی دسترسی به کوچکترین امکانات پزشکی و دندان پزشکی و بهداشتی رو در زندان ها پیدا نمی کنن. قبر های اینها رو اجازه نمیدن سنگ قبر روشون بذارن، خیلی از اینها رو در گورهای دست جمعی دفن کردن و فقط یه دونه تابلو زدن روی گورها که 25 نفر در اینجا دفنن، 35 نفر در اونجا دفنن، هرگز صدا اینها به هیچ جا نمیرسه. اینو از این نظر میگم که ببینین بازیهای کثیف سیاسی جهان چگونه پشتیبانی میکنه از جمهوری اسلامی مستقیم و غیر مستقیم. هرگاهی حکومت گیر میکنه تو سختترین شرایط خودش یک مرتبه یه امداد غیبی، یه دستی از غیب، میلیاردها دلار پول میرسونه به این حکومت، هواپیمای پرپول میفرستن. شما محاله در جهان امروز
جایی شما بتونید پول بلوکه آزاد کنید، هواپیمای پولی بفرستید مگر غیر از کار تروریستی باشه. اصلا امکان نداره شما دولتی در جهان پولش بلاک شده باید بیاد 1001 نوع مراحل قانونی توسط دادگاه‌های قانونی جهان 1000 مدل امضا بشه، رسید گرفته بشه، ترانزکشن بانک به بانک از یک دولت به دولت دیگه، تمام سیاهه اون اقلامی که فرستاده شده، این پول برای چی، از کجا بلاک شده بوده، در چه تاریخی، برای چی آزاد شده، طبق چه رأی دادگاهی و چرا این پول داره میره به اون دولت تحویل داده بشه و طبق چه ترانزکشن بانکی این داره فرستاده میشه. هنگامی که شما میبینید پول سوار هواپیما میشه، پول نقد میفرستن در دنیا از جایی به جایی، یا برای خریدهای سیاه مواد مخدره، یا برای خریدهای سیاه سلاح بازار سیاه، یا برای رسونده شدن به دست تروریست‌ها و آدمکش‌هاست در جاهایی از دنیا. این کار در جهان در جاهای انجام میشه، مثل تایلند، مثل لاوس، مثل برمه، مثل کره شمالی، مثل جاهایی که کارهای خطرناک تروریستی، اتمی، هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی انجام میدن، یا برای سرکوب ملت‌ها داره انجام میشه به صورت پول سیاهی که باید مزدور خارجی شما بخرید، مثلا مزدور فلسطینی بخرید، مزدور لبنانی و سوریه‌ای بخرید برای کشتن مردم ایران، برای سرکوب تظاهرات ایران، یا برعکس از سپاه قدس ایران آدم بفرستید برای کشتار مردم سوریه یا لبنان یا اسرائیل یا این یا اون. بنابراین جامعه جهانی نشون داده تمام شعارهای حقوق بشری، دموکراسی خواهی، حقوق زنان، فمینیسم، دگرباشان، اینا همه یه بازی‌های بسیار نخنما شده و زشت و رنگ رو رفته است. در مورد اوکراین دیدین، در مورد ایران بارها دیدین، مبارزین سیاسی واقعی درون ایران کسی ککش نمیگزه، 14000 تاشو بکشن سال 96 98 یا سالهای قبل یا سالهای بعد از اون، مبارزین سیاسی واقعی رو بکشن کسی ککش نمیگزه، هرگز کسی صدای اینها نیست در جامعه جهانی و هرگز احقاق حقی از این انجام نمیشه. جمهوری اسلامی میبینید که مرتب در بازیهای سیاسی پشت پرده که انجام میدن، کلینتون ها میان رشوه میدن، بعد اوباما میاد برشون هواپیمای پرپول میفرسته، الان دولت بایدن میخواد سپاه پاسداران از لیست سیاه تروریستی جهان و تروریست اکت خارج بکنه و میبینید که تمام این کدوم حقوق بشر، کدوم دموکراسی، کدوم آزادی بیان. در همین آمریکاش الان اتفاق اوکراین افتاده، اصلا به هیچ کس هم ارتباطی در امریکا نداره که بین روسیه و اوکراین دعواست. مگه موقعی که روسیه رفت کریمه رو گرفت به ککه آمریکایی‌ها گزید؟ چرا الان اوکراین مهم شده؟ به خاطر اینکه خب اوکراین زد و بند داشته با دولت بایدن، پسر اوکراین میلیون‌ها دلار پول دولت اوکراین و زد و بندهایی که در پشت پرده داشتن الان شده نون شب آمریکایی ها اوکراین. و جالبه که برای اینکه ببینید بازی های دموکراسی و بازی های حقوق بشر و بازی های آزادی بیان چقدر آبکیست در این کشورها، همین الان که من با شما صحبت میکنم شما پاشین برید بزنید توی گوگل سرچ و هر چی که میخواین از سایت های درون روسیه رو شما سرچ کنید، حتی راجع به خواننده ها و هنرپیشه‌های روسی تمام سایت ها رو بستن، هر مطلبی شما میخواین یه فیلم روسی، یه کتاب روسی رو سرچ بکنید، سایت هاشو آوردن پایین. دسترسی اطلاعات در همین آمریکایی که اینقدر ادای آزادی بیان رو در میارن بسته شده به روی تمام سایت های روسیه. آیا این اسمش آزادی بیانه؟ آیا این اسمش دموکراسی است؟ آیا این اسمش حقوق بشره؟ کدوم بشر؟ چرا کریمه بشر نیست مثلا اوکراین یهو بشر میشه؟ چرا نمیدونم ایزدی ها زمانی که کشته میشدن 100,000 توسط داعش چیزی تحت عنوان حقوق بشر وجود نداشت، ولی الان یه مرتبه یک جایی که حقوق خودشون در خطر میفته نه حقوق بشر،
صدای همه جامعه جهانی در میان، در حالی که میلیون ها ایرانی 44 سال کشته شدن و الان تروریسم جهانی که یکی از بازوهاش خود سپاه پاسداران سپاه قدس میخواد از جرگه گروه های تروریستی جهان خارج شه. بنابراین ما داریم میبینیم این بازی های نخنمایی که اداش در همه جای دنیا در میاره، علتی که جناب استخ میگن اینها به درد ما نمیخوره، نه اینکه و آزادگی و حقوق بشر به درد ما نمیخوره، این بازی ها کارایی نداره، نه در غرب نه در ایران. برای اینکه ایرانی جماعت اگه بر اساس اصول و اندیشه ایران شهری خودش بخواد حکومت تشکیل بده، خیر همگان رو در نظر میگیره، نه آرای اکثریتی که در شورش 57، من نمیگم اکثریت مردم رفتن رأی دادن، ولی اکثریت اون آرا، ممکنه 15% مردم ایران رفتن رأی دادن، ولی اکثریت اون آرای اون 15% جمهوری اسلامی آری بود. و این بلا 44 ساله بر سر ما و 80 میلیون ایرانی است، 50 میلیون اینا بعد از اون شورش به دنیا اومدن. ولی میبینید که همین آرای عمومی چجوری یک سیاه چاله بزرگی درست کرد، همین به اصطلاح آرای دموکراتیک چگونه یک سیاه چاله درست کرد که میلیون ها ایرانی درش دارن 44 سال دست و پا میزنن. همین اتفاقی که در آلمان افتاد، در حکومت کاملا فرایند کاملا دموکراتیکی که حزب نازی به اصطلاح حکومت رسید و بعد اتفاقات ناگواری که پیش اومد، هم برای مردم آلمان هم برای مردم جهان. بنابراین اینی که ما میگیم دموکراسی یک بازی بزرگه، برای که واقعا نشون داده شده که هست و نشون داده شده که هیچ دلیلی نداره که اکثریت مردم یک اجتماعی که میان میرن یک چیز رو انتخاب میکنن، دارن خیر و صلاح مردم اون جامعه رو در نظر میگیرن و خیر و صلاح اون کشور رو در نظر میگیرن و خیر و صلاح نسلایی که هنوز به اون دنیا نیومدن و بعدن میان عواقب اون انتخاب اونا گریبانشون رو میگیره، مثل آلمانی هایی که الان دارن بعد از جنگ جهانی دوم به دنیا میان در آلمان و همینجور همه مردم جهان انگوش میکنن تو چش این ملتی که اصلا اون دوران وجود نداشتن و میگن آه خاک بر سر شما بکنن که شما یه حکومتی داشتین به نام حکومت نازی، حالا اینا بیان برن قسم آیه به آقا ما اصلا هیچ تعیین کننده نبودیم، ما در اون دوران وجود نداشتیم. چرا هنوز که هنوز تو سر مردم آلمان میخوره؟ چرا هنوز که هنوز این مردم آلمان اجازه ندارن ارتشی داشته باشن برای خودشون درست حسابی؟ و چرا نمیتونیم ما هنوز نفس میخوایم بکشیم دوتا میزنیم تو سرمون؟ به خاطری که در 80 سال پیش یک عده‌ای طی فعالیت فرایند دموکراتیک رفتن یه کاری کردن و حالا ده نسل بعدش هنوز داریم پاسخگو هستیم. خواهش میکنم. باز من نظر خودم میگم که ببینید، حقوق بشر، حقوق شهروندی، دموکراسی ممکنه که اشکالاتی یا کمبودهایی داشته باشه یا ممکنه که کسانی که در واقع میخوان اونی پیاده کنن به درستی پیاده نتوانن به درستی پیادهش بکنن، ولی این یکی به باور من یک نظم هست که خب من نمیگم که من ایرانی، خودم فرهنگ دارم، تاریخ دارم، هویت به هر حال هویت و شناسه دارم و میدونم از این در واقع دموکراسی و حقوق بشر و حقوق شهروندی ایده بگیرم و در واقع با اون تاریخ و فرهنگ خودم اونو پرورش بدم و یک چیز نوعی، یک چیز تازهی که به جامعه من نزدیک باشه، حالا مطمئنن هیچ چیزی 100% نیست، حتی دموکراسی یا حقوق بشری که شما هم گفتید به هر حال چه اشکالاتی داره، ولی مثلا ایران درست بشه. ولی اینکه ما بخوایم دموکراسی در واقع نفی کنیم یا اینکه حقوق بشر رو نفی کنیم، به باور من حالا زیاد من موافق نیستم، ولی مهم نیست که من با چی موافقم، مهم این است که خود بینندگان به هر حال قضاوت میکنن و باید در این مورد بیشتر صحبت بشه تا مسئله روشن‌تر بشه. برای من که خودم اینجا در این برنامه هستم، خب حتما تلنگر فکریه که بیشتر به این موضوع بیندیشم. مینای عزیزم بفرمایید، کلام آخر با شماست.
در رابطه با صحبت‌هایی که بانو اورا کردن و همچنین نتیجه گیری که بانو عسکری کردن، من یادم زمانی که من بسیار جوان بودم و کتاب روح القوانین مونتسکیو رو خوندم، بسیار از این بشر بدم اومد به عنوان یک مستشرق شخص شناس، کسی که در مورد ایران و بسیاری از کشورهای شرقی اثر عقیده کرده بود و ما رو انسان‌هایی دونسته بود که دارای حرارت هستیم و همه تصمیماتمون رو هیجانی می‌گیریم، بیشتر تصمیمات ما ناشی از عقل ما نیست و بنا به اینکه در چه شرایطی از روحیات شخصی خودمون یا جغرافیایی قرار بگیریم واکنش خودمون نشون میده. من در اون زمان بسیار این نوشته، این مجموعه روح القوانین تحت تاثیر قرارم داد و فکر کردم چقدر پررو یک مستشرق اومده توی ایران نشسته و داره ما رو آنالیز میکنه، به این شکل با ما صحبت میکنه و بعدم اومد دیگه نسبت به این شخص دید مثبتی نداشتم. سالها گذشت تا زمانی که خود من تحصیلاتم تموم شد و به عرصه اجتماع وارد شدم و پس از مهاجرتم به کشور آلمان در اینجا شروع کردم، زمانی که شروع کردم درس خوندن و وارد این جامعه شدم و در کنار خارجی های دیگه قرار گرفتم و آلمانی ها قرار گرفتم، متوجه شدم که یک اشکالات عمدی در کار خود ما ایرانیان هست. در زمانی که روشن فکران ایرانی می اومدن و شیفته و دلباخته فرهنگ غرب شدن و فرض بکنید می اومدن فکر میکردن اون قوانینی که در کشور فرانسه هست باید عیناً بیاد ترجمه بشه بشه قوانین کشور ایران و این قوانینی که در روسیه هست. دقیقاً ببینید هر کشور اروپایی قوانین خاص خودش رو داره، اینها دارن با قوانین خودشون زندگی میکنن. البته ما الان نمیخوایم وارد جزئیات چیم، ولی ببینید در کشورهای اروپایی زمانی که ما از دموکراسی صحبت میکنیم، این دموکراسی از اونجای شکل گرفت که برای بار اول اومدن انجیل رو به زبان هر کشوری ترجمه کردن، انداختن تو دست مردم، مردم خوندن و متوجه شدن چیزی در این نیستش که بخوان قوانین آسمانی پدر به پسر و هدایت انسان ها ازش استفاده بکنن. و این مشکلیه که ما الان در کشورهای اسلامی داریم، یعنی قرآن به زبان واحد عربی داره گفته میشه و حتی در همین ایران ما، من مطمئنم بسیاری از کسانی که حتی نماز میخوانن، چون ما مسلمان زاده هستیم، من اینو بارها گفتم، ما در یک کشوری که اسلامی شده مسلمان زاده به دنیا آمدیم و هیچ کدام از ما فی‌الواقع نیومدیم اسلام رو در دست بگیریم، قرآن رو بخونیم، ببینیم اصلا از کجا شروع شده، چه ربطی به ما داشته، که به ایران اومده. همینطوری قبول کردیم و شروع وقتانه خیلی هم تعصب دارن نسبت به اسلام، اصلا نمیشه راجع به این ایدئولوژی باشون صحبتی کرد. زمانی که کار به اینجاها میکشه یک جامعه سقوط میکنه و زمانی که جامعه سقوط بکنه شما از هر جا که براش الگو برداری بکنی غلطه. زمانی که مسیحیان اومدن گفتن دین باید از قدرت خارج بشه و به کلیساها برسه، درست هم گفتن، چون ما در آیین مسیحیت متوجه این مطلب هستیم که تمام قوانین دنیویه باید در کلیسا اجرا بشه و مسیح خودش بارها و بارها گفته من خودم رو قربانی شما کردم، پس انسان‌های دیگه که به این نتیجه رسیدن، خب اون که خودش قربانی ما کرده برای اون دنیا، پس ما بیاییم بچسبیم به قوانین این دنیا. اما در مورد ایدئولوژی اسلامی با توجه به اینکه همونطوری که بانو اهورا گفتن از همه چی سیاست تا زندگی شخصی همه و همه وصل میشه به یک زنجیر کلوفتی که در دست یه نفره و اونم به جانشینان خودش میده، در حقیقت مسئله دموکراسی مسئله بغدنجیه، یعنی به این راحتی نیست که ما بخوایم این دورانی که در حقیقت پس از مسیحیت رسیدن به یک جور دموکراسی بخوایم همین رفتار رو هم در کشورهای اسلامی داشته باشیم. این مستلزم آگاهی بسیاره و همچنین فرهنگ سازی گسترده. اما در همین کشورهای اروپایی هم فعلاً ما واقعا دموکراسی نداریم. شما در همین جا هم نگاه کنی، من همیشه مثال میارم، میگم در کشورهای اسلام زده یا اسلامی، ایران مثل نمونه کشورهای اسلام زده هستن، کشورهایی که با ورود در حقیقت اسلام بهشون هر آنچه که داشتن رو دو ابرقدرت دو پادشاهی از دست دادن. اما کشورهایی مثل کشور عربستان، این کشور خب ملیتش با همین ایدئولوژی در همدیگه آمیخته است.
در این کشورهای اروپایی. شما من همیشه میگم این سطر رو نگاه کنید، توش مشما انداختن، میگن بیا نگاه کن، اجازه داری نگاه کنی، نگاه کنی تا وسطاش که بری مشما رو میبندن، میگن این پایین مال ماست، اجازه نداری ببینید. اما در کشورهای اسلامی از همون بالای مشما براتون گذاشتن، هیچ کس نمیتونه هیچ رو ببینه. چرا؟ چون طبق همون ایدئولوژی قدرت در دست کسیه که منشأ هستی قدرت و دلش خواسته به اون شخص بده و به این شکل جامعه بسته میشه. در این جوامع است که ما زندانیان سیاسی داریم، یعنی کسی رو داریم که به قول جمهوری اسلامی علیه امنیت ملی اقدام کرده، این که تعریف زندانی سیاسیه. حالا امنیت ملی چیه؟ یعنی اینه که زمانی که قیمت بنزین به 3 برابر قیمت خودش میرسه، هر کی بیاد بیرون بگه آقا جون چرا بنزین رو گرون کردی، من مسافر کشم، من دارم خرجم رو با مسافر کشی در میارم، علیه امنیت ملی یا علیه امنیت آخوندها اقدام کرده و باید به همون جایی بره که اون کاری که دلشون میخواد و باهاش انجام بدن. چرا صدای بعضی از زندانیان سیاسی بلنده و صدای بسیاری از زندانیان سیاسی اصلا در نمیاد؟ این دوباره برمیگرده به همین مسئله ایدئولوژیکی که در اون انسانها تعریف میشن، انسانهایی که میتونن به راحتی دروغ بگن، خدعه بکنن و خیلی کارهای دیگر انجام بدن، در یک حلقهی مثل تسبیح با همدیگه در ارتباط میمونن و تمام کسانی که در این حلقه جا نگیرن به جبر همون حکومت باید عبین برن. ما با یک سیستمی متاسفانه مواجه هستیم که یک سیستم کاملا مافیاییه و این سیستم مافیایی از همون اول تا هر زمانی که بخواد ادامه پیدا بکنه به همین شکل خواهد بود و هر عقیده، هر ایدئولوژی و هر انسانی که در مقابل این بیسته رو به خاطر ماندن خودش و نگه داشتن بقای خودش باید از بین ببره. ما برای بارها من هممون به این نتیجه رسیدیم، من همین رو به عنوان خط به کلام میگم، ما باید بدونیم که ما عرب نیستیم، نقطه سر خط، ما ایرانی هستیم. ما برای اینکه آزاد بشیم باید ما در پس از فروپاشی جمهوری اسلامی هم که الان واقعا فروپاشی کرده در تمام عرصه ها، عرصه اجتماعی، عرصه فرهنگی، عرصه سیاسی و واقعا این به قول بانو اهورا هم این پول آزاد کردن ها و کمک هایی که غرب داره شیشتونگی از جمهوری اسلامی میکنه واقعا دیگه نمیتونه کمک بکنه، چون میبینیم الان ایرانی بودن ما و مسلمان بودن در مقابل یکدیگر ایستاده. یعنی من نمیتونم بگم من ایرانی هستم اما مسلمانم، منافع ایران و منافع اسلام من یکی میبینم، نمیشه همچین کاری کرد. برای ما آنهایی که خود را ایرانی میدانند و آرمانهای ایران شهری و ایران گرایی دارند، آرمانهای ایرانی برایشان اولویت اول و آخر است. سپاس از شما مینا جان عزیز. در واقع باید گفتش که منافع ملی کشورها باعث میشه که به هر حال عکس العمل هاشون متفاوت باشه و هر کس به نفع خودش کار کنه. حالا این نفع میدونه سیاسی باشه، میدونه اقتصادی باشه، اجتماعی باشه. بیشتر تضادها بیشتر در سر منافع ملی هست و شما میبینید که غرب هم به خاطر منافع ملی خودش حقوق شهروندان ایران و ایرانیان در نظر نمیگیره، با حکومت جمهوری اسلامی در واقع مماشات میکنه به خاطر اینکه منافعش در اونه و هر کسی برای منافع خودش کار میکنه. اما اگر همین دموکراسی و حقوق بشر حالا که در غرب هست، من این که در هلند زندگی میکنم، شما که مینا جان در آلمان هستی و اهورا که در آمریکا زندگی میکنه، اگر همین نبود امروز من و شما در اینجا جمع نبودیم که در واقع آزادی، حداقل آزادی مدنی داریم. من که خیلی واقعا از دولت هلند راضیم، یعنی یک با من که یک مهاجر هستم، یک پناهنده هستم، با همسایم که هلندی هست حقوق من یکیه، یعنی یک جور با ما برخورد میشه و ما نباید این در واقع
ناسپاس باشیم نسبت به این دموکراسی. و حالا به هر حال ما اگر بخوایم ایرانمون از این جمهوری اسلامی بگذاریم، اولین کار که باید از اون اسلام و ایدئولوژیش بگذاریم، بعدن همین دموکراسی و حقوق بشری که در جهان غرب هست مطالعه کنیم و بر اساس حالا اون و مردم جامعه ما، سرزمین ما، موقعیت به اصطلاح استراتژی کشور ما و خیلی مسائل دیگه باید روی هم اینها متخصصین و کارشناسا بشینن و یک به اصطلاح قانونی که مطابق با فرهنگ و مردم و جامعه و به اصطلاح اون سرزمین باشه مهیا کنن. ولی اینکه الان چرا ما آمدیم مثلا در این سرزمین ها، چون اینجا باز آزادی بوده، باز در واقع حقوق انسانی رعایت کرده، وگرنه من و شما و دیگران شاید الان در این موقعیت نبودیم. این حالا باور من هستش. سپاسگزارم. من ببخشید پوزش خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش من پیشنهاد میکنم به جای این من شماره نگفتم چون ترکیه نمیدونم وضعیتش چطوره. بله بله نه اونو که درنگ دارم بهش. ببینید ما اگر شهمنشی رو جایگزین دموکراسی کنیم، چون بانو عسکری، بانو مینا، بانو اهورا، ببخشید مینا نام بردم شما رو، پوزش میخوام، بانو ایمانگولی خودشون نیستن، من دانیال نیستم، زندگی انسانی پس از منم هست. اینکه اکنون شما و شما و شما در یک آرامشی هستی بسنده نیست. منافع ملی در فرهنگ شهمنشی من رو وادار نمی کنه که برای منافع یک گروه به نام ایران دیگر مردمان رو زیر ستم بگیرم. خب بخشی از دموکراسی یعنی همین. آمریکا می خواهد منافع خودش، اروپا منافع خودش باشه، حالا مردم ایران رو می کشن بکشن، مردم رو با هلیکوپتر توی صدرای شیراز می زنن بزن. آخه یک طرف قضیه هم این هست، دموکراسی رو باید از خودمون بگذاریم. یعنی دموکراسی به زندگی من و شما و دیگرانی که اکنون هستیم بسنده و کرانمند نمی شود. زندگی پس از من و شما هم هست، دموکراسی و آزادی ما، آیندگان ما. شهمنشی بهترین واژه است، امیدوارم جا بیاد. بله، دموکراسی و آزادی در واقع کشورهای دیگه برای ما نمیارن به ارمغان، اونا فکر منافع ملی خودشان ما نمیخوایم بیارن، ما وظیفه مردم هست داریم. اونها جلو ما دیوار کشیدن. ببینید در قرن، در سده بیستم، با اون همه آگاهی ها، با اون همه آزادمنشی هایی که ازش دم میزدن، یک آخوند شپشویی که نه سیاسی بوده، نه اجتماعی بوده، نه نویسنده بوده، نه تو خیابون یه بار پیاده روی کرده، نه یه سینما رفته، یکی چی رو آوردن کردنش تو ما. بله، یکی چی که فرهنگی ایرانی میهن پرست دانشور بودن رو برداشتن. چرا؟ دنبال منافعش بودن. اینکه کار اروپاییان در این بدبختی امروز ما بسیار پررنگ هست، هرگز ازش نمیشه چشم پوشید. بسیار پررنگ بوده و هنوز هم هست. بله، در این جمهوری اسلامی امروز داره، مگه چند هفته پیش نمی گفتن جمهوری اسلامی یه هفته دیگه وقت داره، دو هفته دیگه وقت داره؟ چی شد؟ چند ماه گذشته؟ چرا دروغ به این بزرگی رو نبینیم؟ ما میبینیم، خوبم میبینیم. ما با ارج گذاری به همه دستاوردهای دیگر حازمانها و اجتماعات بسیار ارزش گذاریم. دانش انسانی، علوم انسانی پیوسته به همون مردم هر حازمانی است که تازه از یک زمان به زمان دیگر تبار به تبار دگرگون می شود. اون گونه ای که مادر من می اندیشد من نمی اندیشم، اون گونه ای که فرزند من می اندیشد من نمی اندیشم، نوه من به گونه دیگری خواهد اندیشد. ببینید علوم انسانی رو برداشتن از اینجا آوردن، گفتن می خواهیم این کارو بکنیم، یادشون رفت که خودشون ایرانی هستن، بهترین سرمایه رو دارن،
آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. بله الان خب ببخشید من سخن رو بزنم. دقیقا ما میگیم که هر کشوری به هر حال منافع ملی خودش رو در نظر میگیره. این الیت جامعه ایران هست و در واقع مردم ایران هست که سرنوشت خودشان به دست خودشان تغییر بدن و از داشته های جهانی استفاده کنن به نفع خودشان. گزارش میخوام ببینید، ما تا قبل از این شورش 57 نگاه اگه بکنیم به گزارش هایی که از خود سازمان ملل پخش میشد، کافی بود یک جوان ایرانی دستگیر بشه که حالا میخواسته بره آب شیرین و مسموم بکنه یا میخواستن برن کابل برق رو تو جشنهای 2500 ساله خراب کنن، بندازن سر مسئولان بمیرن، بعد بگن ما جشنهای 2500 ساله نمیخواستیم. 100 تا نامه از سازمان ملل میومد که آقا تو زندان یه چک زدیم به فلانی، بیاید توضیح بدیم برای چی. ولی الان زمانی که ما در 88، در 96، در 98 در همین داستان خوزستان یا در داستان کشاورزان غیور اصفهان دارن همینطور میکشن، دریغ از یک بیانیه از سازمان ملل. تازه زمانی که فعالان سیاسی ایمیل میزنن، نامه مینویسن، بهشون توضیح میدن اونجا چه خبره، اصلا گوش شنوایی نیست. اینها اصلا نمیخوان بشنون. چرا؟ چون منافع خودشون الان در راستای این منافع و حقوق بشر الان چیزی نزدیک به دقیقاً 44 ساله که دیگه دیده نمیشه، جهان چشماشو بسته، گوشاش هم دو دستی گرفته که نشنوه. تمام این حقوق بشر و حقوق انسانی مال 44 سال پیش بود که نقشه نوینی برای خاورمیانه درست کنن، چون از این ساده اندیشی 1400 ساله غرب داره نهایت استفاده رو میبره. آفرین. خب دقیقاً ما نکته آخری بانو عسکری، من خودم قربانی جمهوری اسلامی هستم و 5 سال پایمال شده یه سازمان ملل. من هرگاه نامه می نویسم براشون، می نویسم سازمان دول پراکنده. تازه دول متحد هم نیستی، ملل متحد کجاست؟ باور کن پناجو هستم، اینو می نویسم. سازمان دول پراکنده متفرق. یه آخرین نکته اگر اجازه بفرمایید من اشاره کنم. حرفم اینجاست که ماهیت دموکراسی و حقوق بشر، حالا نه بگم که 100% 100%، ولی اون ماهیت درسته، ولی چطوری حالا استفاده ازش بکنن اونجاست که کار خرابه. وگرنه مثلا الان ما میگیم آزادی، آزادی که چیزی بدی نیست، ولی یکی میدونه از آزادی به درستی استفاده کنه، یکی میگه خب من آزاد بهتره. آزادی بانو آزادگی است، آزادگی از آزادی بهتره. ببخشید اگر اجازه بدید منم یه نکته اینجا اشاره کنم. این که ما بانو عسکری فرمودن که من اینجا با همسایه هلندیم در برابر قانون یکی هستیم، اون نامش حکومت قانونه. جمهوری با دموکراسی دو تا مفهوم مختلف میشن. جمهوری یعنی حکومت قانون که متاسفانه اون هم داره در دنیا از بین میره، یعنی همون حکومت قانونی که آمریکا همه افتخارش بر این بود که ما جمهوری هستیم نه دموکراسی آتنی و حکومت قانون هستیم، دیگه اون حکومت قانون هم متاسفانه اینجا وجود نداره و خودی ناخودی داره. برای چی اینو میگم؟ برای اینکه در اتفاقی که افتاد در واشنگتن دی سی که فین تقلب انتخاباتی بایدن رفتن دور کنگره جمع شدن و اعتراض کردن، یک عده از خود درون همین آنتیفا به اصطلاح، همین کسانی که دست خودشون هست برای ایجاد آشوب در آمریکا، اومدن درهای کنگره رو باز کردن و به مردم گفتن بیاین تو. بعد اون عده‌ای رو که گرفتن که خیلی هم افراد بدون سلاح بودن و تظاهرات معمولی و مسالمت آمیز بود رو گرفتن به عنوان شورش و انداختن در زندان. از 450 نفری که از دسامبر سال قبل، نه این دسامبر گذشته، از قبل تر افتادن به زندان، تا کنون 270 نفرشون در این کشور بدون رسیدگی قانون و هیچ چیزی در زندان‌های انفرادی به سر
و اتفاقا یکی از چیزهایی که اینا خیلی ازش عصبانی شدن این بود که موقعی که رفتن به پوتین گفتن شما حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنی، گفت شما که خیلی حقوق بشر رو رعایت می‌کنین، چرا 270 نفری که 9 ماه در زندان هستن رو بدون محاکمه در زندان انفرادی نگه داشتید و اصلا هیچ جای اجازه نمیدید صدا اینا در بیاد و مردم خبردار بشن. منظور من اینه که اون چیزی که به اسم حکومت قانون، حالا دموکراسی که هیچی، به عنوان حکومت قانون هم در این کشورها وجود داشت که قانون همه باید در برابرش یکسان باشن، همون هم متاسفانه دیگه داره رعایت نمیشه و هر جا منافع حزبی و گروهی هست میچربه و اولیگارشی به جای حکومت قانون، یعنی حکومت دسته به خصوص به جای حکومت قانون، داره کشورهای غربی رو یکی پس از دیگری متاسفانه میبلعه و این اتفاق ناخوشایندی است که ما اگر ایران رو نجات بدیم نباید بگذاریم در ایرانمون در فردای آزادی ایران اتفاق بیفته. نه تنها حقوق قانونی مردم باید رعایت بشه، همه در برابر قانون یکسان باید نگاه بشن، بلکه آرای اکثریت نباید تصمیم گیرنده امنیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح ملی کشور باشه، برای که دوباره یه ده احمقی نیان برن مصالح ملی رو با آرای اکثریتشون قربانی بکنن. اومدیم و فردا یه ده رفتن رأی دادن خوزستان جدا شه، ترکیه بیاد بگه که نه آذربایجان هم مال ماست باید جدا شه، اون طرف هم بگن کردستان باید جدا شه چون آرای اکثریت گفته باید جدا شه. حواسمون باشه وسط این بازی‌های سیاسی نیفتیم و کشورمون رو دوچار هرج و مرج بیشتر از اینی که 44 سال توش افتاده نکنیم. سپاس. بله، در واقع باید در اجرا درست عمل بشه، یعنی قانون که قانونه، اون مجری که باید که در واقع اون قانون اجرا کنه فرق نمی‌کنه در ایران باشه، پاکستان باشه، آمریکا باشه، اروپا باشه، باید درست اجراش کنه. ولی در خود قانون که مشکلی نیست، مشکل کسانی هست که اجرا میکنن یا نمیکنن و حرف من هم همین است. سپاس از یکایک که شما عزیزان و به اتفاق شما با بیننده های این برنامه بدرود میگوییم، منتظر نوشته های شما، نظر شما هستیم. به هر حال این صحبت ها برای این میشه که راه حل روشنتری، راه روشنتری برای خودمان که برای فردای کشور خودمان باز کنیم. سپاس از همگی شما. بدرود. پاینده ایران. بدرود. پاینده ایران.